به نام پادشاهان ایران زمین، از کوروش و داریوش بزرگ گرفته تا پادشاهان ایرانساز پهلوی و اعلی حضرت رضا شاه دوم. درود میفرستم به یکایک که شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستید. مهران کمالپور هستم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های درخشش خورشید در 25 اردیبهشت 2577 شاهنشاهی و 15 مای 2018 میلادی در پیشگاه شما مهرورزان هستم. عزیزان، صحبتی که امروز ما داریم و مواردی که میخواییم با هم دیگه یک مروری داشته باشیم نسبت به اتفاقاتی که در کشور ما داره رخ میده با توجه به شرایطی که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در کشور ما بیشتر داره نشون میده خودشو و اون هم مقوله‌ای نیست به غیر از اقتصادی و در پیامد آن اعتصابات جست و گریخته در بازار و یا اعتصاباتی که کماکان در منطقه غرب کشور در شهرهای مختلف هم از پیرانشهر، بانه، مریوان و تمام مناطق مرزی که از قبل به دلیل بستن راه‌های کولهبران و نبودن بازار روز در اون منطقه در اعتصاب بودن، امروز شاهدش هستیم در بیشتر نقاط کشور ما، خصوصا تهران هم به این اعتصابات دارن افزوده میشن. مواردی که میخواییم بهش بپردازیم بیشتر اقتصادیه. خدمت رو عرض کنم، اولین بحث ما بحث خروج آمریکا از برجام هست و سیاه نمایی که جمهوری اسلامی داره دامن میزنه بهش برای فریب افکار عمومی و بیشتر برای اختلاس های جدید، برای غارت ها و چپاول های جدید، برای اینکه بگه ما در داخل کشور اینجوری نشون بده که جمهوری اسلامی باز مظلوم واقع شده و بهش فشار آوردن و نمیتونه اون وعده وعید هایی که در طول دوران های مختلف به مردم داده رو عمل بکنه. اما یکی از فریبکاری های جمهوری اسلامی، خصوصا دولت حسن روحانی، از شبی که دونالد جیم ترامپ بیانیه خودشو مبنی بر خروج ایالات متحده آمریکا از برجام اعلام کرد این بود که اتحادیه اروپا کماکان در این برجام باقی خواهد ماند. همونطوری که ما دیدیم موگرینی هم این حرف رو زد که برجام در حال ادامه خواهد داشت در بحث مستقیم با جمهوری اسلامی. اما اینها تماما سیاه نماییه. من قبلترم این سیاه نمایی رو باز کردم ولی الان یک مقدار جلوتر خواهیم رفت. اون چی که بیشتر من گفتم، برجام وقتی میگم 5+1، خروج هر یک از این اعضا طبق قوانین و حقوق بین المللی باعث کلم یکون شدن یا کنسل شدن یا از نظر حقوقی اقاله شدن یا باطل شدن محسوب میشه. چون یک پیمان نامه هست که 6 نفر نشستن توافق کردن بر سر یک موضوع کاملا مشخص. فارغ از این مقوله، اصلا به این مقوله هم نگاه نکنیم، وقتی که اتحادیه اروپا میخواد بیاد در مقابل یک کشوری مانند ایالات متحده آمریکا بیسته، باید گفت از نظر سیاسی هیچ اطلاعاتی نداره، هیچ چیزی رو متوجه نمیشه. چرا؟ اگر سیاه نمایی وجود نداشته باشه، اگر نخواسته باشن مردم ایران رو فریب بدن، اگر نخواسته باشن مردم جهان یا کشور خودشون رو فریب بدن، تمام کشورهای دنیا زندگیشون وابستگی مستقیم داره به سوختهای فسیلی، یعنی نفت، بنزین، گازوئیل و و و و. هنوز ما سوختهای هسته‌ای از سوختهای که خواسته باشن از خورشید بگیرن، انرژی خورشیدی رو استفاده بکنن، در کشورهای پیشرفته جهانی هم هنوز به سطح گسترده نرسیده که خواسته باشه کاملا جایگزین سوختهای فسیلی باشه. وقتی یک کشوری مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، هر کشوری خواسته باشن سوختهای فسیلی رو معامله بکنن، مجبورن با دلار آمریکا معامله بکنن و همینجا کارشون به بنبست میرسه. در همین مرحله نخست، کمتر از 10 روز وزیر خارجه آلمان اعلام میکنه که
با توجه به خروج آمریکا از برجام، ما دیگه قادر به حمایت از شرکت‌های خودمون نخواهیم بود. چرا نمیتونن حمایت کنن؟ چون تحریم‌هایی که آمریکا داره برمیگردونه به علاوه تحریم‌های هوشمند جدید و تحریم‌های اعلام شده از سوی کنگره، کسانی که با جمهوری اسلامی هر گونه معامله نفتی یا تسلیحات جمع بکنن اونها رو هم در بر خواهد گرفت و هیچ وقت کشورهای اروپایی نمیتونن خودشون رو در مقابل آمریکایی قرار بدن که آمریکا و انگلیس و فرانسه با همدیگه پشت پرده 100% در تعاملن. اگر خواسته باشیم آلمان رو فاکتور بگیریم. برمیگردیم به داخل کشور، به بحث حسن روحانی. اتفاقاتی که در طول تحریم ها رخ داد در رابطه با انرژی اصلی کشور ما ایران، تماما فساد اقتصادی در دوره های در آخرین دوره، دوره دوم خاتمی، دو دوره احمدی نژاد و اوایل دوره حسن روحانی بود. اختلاس ها از شهرام جزائری بگیرید، بابک زنجانی و رحیمی، مرتضوی، سرداران سپاه، تماما به خاطر به بهانه با عنوان دور زدن تحریم ها شکل گرفت و چون نمیتونستن پول ها رو واریز کنن به یک حساب مشخصی به نام جمهوری اسلامی، طمع ورشون داشت و همه رو مال خودشون کردن. اعتمادهای بیجا و اینکه خواسته باشن یک سفره رو پهن کنن به اسم سفره انقلاب، هر کدوم یه لقمه برداره، باعث این شد که تمام منابع ارزی کشور به راحتی خارج بشه. به نام چی؟ به نام تحریم. در یک دوره کاملا مشخص تحریم برداشته شد. روزی که تحریم برداشته شد، دوستان میتونن برگردن، در یوتیوب هست، در فیسبوک خود منم هست، میتونم برام ببینن که اعلام کردیم ما، در یک بیانیه رسمی هم اعلام شد که این تحریم مجدداً برخواهد گشت به دلیل اینکه رژیم جمهوری امیران اسلامی یک رژیم کاملا فاسد، کاملا غیر ایرانی و کاملا در راستای اهداف شخصی خودش داره قدم برمی‌داره، یعنی نگاه به منافع ملی نکرده، نمی‌کنه، نخواهد کرد. زمانی که تحریم رو برداشتن، یک سری منابع مالی رو آزاد کردن که در جریان قطعا هستید و بهتر از من میدونید، مبالغ هنگفتی دلار به صورت کش در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. اینا به کجا رفت؟ در کدام منابع داخلی هزینه شد؟ در کدام یک از حسابهای دولتی واریز شد؟ آیا به خزانه بانک مرکزی یا دولت وقت تحویل داده شد یا نه؟ در کشورهای دیگه هزینه شد؟ هیچ کدوم از اینها مشخص نشد، چون باعث و بانی این عمل حسن روحانی و باراک اوباما کاملا در یک راستا برای برداشت منابع مالی تلمبار شده ای که نمیتونن دیگه حفظش کنن، نگرفتارا مجبور بودن این کارو بکنن. حالا این وسط چه اتفاقات دیگه افتاده کاری نداریم، اما الان بازگشت تحریم و دامن زدن حسن روحانی و جمهوری اسلامی به این که ما دوباره غنی‌سازی اورانیوم آزاد میکنیم، کاملا از پیش طراحی شده بوده. چیزی نبوده که جدید بلندشه کسی بیاد حرف بزنه، چیزی نبوده که از پیش نتونه آدم برنامه رو بخونه، دست اینا رو بخونه. کاملا یک برنامه مدونه با چشم‌انداز مشخص در حال اجراست و این وسط کشور ما، مردم ما دارن آسیب میبینن. هزینه هایی که باید در راستای محیط زیست، عمرانی، اشتغالزایی، پایین آمدن رکود، بیکاری، اشتغالزایی خودش مستقیما به رکود مرتبطه و کنترل و کاهش تورم هزینه کنن، اینها رو در راستای پویایی اقتصاد کشور به جلو ببرن، دقیقا میره تو جیب آقایون. ماه گذشته آخرین اختلاس 13000 میلیارد تومان، فرمانده تعاونی سپاه تعاون اختلاس کردن و ظاهرا چند روز گذشته به همراه چند سردار سپاه از کشور
فرار کردن. این از منابع همین تحریم هاست. تحریم ها این اجازه رو به همه میده که مردم رو فریب بدن. تحریم ها این اجازه رو میده که کشورهای اروپایی و دیگران دست بذارن تو دست مسئولین کثیف و ددمنش جمهوری اسلامی تا منابع مالی کشور رو به فنا بدن و ما به راحتی میشینیم نگاه میکنیم و فکر میکنیم که این تحریم یک سنبه بسیار پرزوریه برای اینکه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و کشورمون رو نجات بدیم. اگر در کنار همین تحریم ها ما مردم ایران برنامه نداشته باشیم، ما مردم ایران نقطه هدف نداشته باشیم، ایدئولوژی مشخصی نداشته باشیم، آرمان گرایانه به مسیرمون نگاه نکنیم، به هدفمون نگاه نکنیم، قطعا تحریم های سنگین تر از اینم که باشه ما نمیتونیم پیروز باشیم. پس باید در یک مسیر کاملا مشخص، در مسیری که فکر میکنم بعد از 4 دهه همه مردم اومدن یک صدا در دیما فریاد زدن، مسیر رو مشخص کردن و نظام پادشاهی رو خواهان چستن. فارغ از این که الان گروه های مخالف نظام پادشاهی و مستقیمن جمهوری کثیف آخوندی دست زده به سرکوب پادشاهی خواهان، دست زده به اینکه پادشاهی خواهان و جلوه رو جوری تنظیم بکنه و در جلوی چشم مردم یک جوری نمای پادشاهی خواهانی که دارم میگم ما پادشاهی پارلمانی میخواییم بیاد بگه سلطنت و از سلطنت جوری تعریف بکنن، سلطنت فرانسه رو لویی 16 رو بیان جوری شکل بدن و تعریف بکنن که رسیده به جمهوری فرانسه، سلطنت عربستان رو جور دیگه ای نشون بدن و مردم رو در یک تنگنایی قرار بدن که بگن خب پادشاهی در ایران مساوی با این چیزاست. اینها رو در یک بحث کاملا مفصل بهش خواهم پرداخت تا جلوی این حجمه های که بیشتر میتونم بگم خودعبلاتی بیش نیستم گرفته بشه. اما در رابطه با اعتصاباتی که در داخل کشور داره رخ میده، در طول 2 سال گذشته احزاب، گروه ها، سازمان ها، مردم، کسانی که مخالف هستن، مبارزینی که به صورت تک نفره دارن مبارزه میکنن، بارها و بارها اعلام کردن پیرو فرمایش و رهنمود اعلیحضرت رضا شاه دوم که الان زمان اعتصابات سراسری در ایران هست و اگر این اعتصابات سراسری شکل بگیره مسیر تغییر رژیم در داخل کشور با سرعتی فزاینده به جلو پیش خواهد رفت و جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. در اون زمان ها این اتفاقات نیفتاد، اما امروز که رخ داده چه حادثه ای باعث این رفتار شده؟ مردم باید بدونن تا بتونن زندگیشون رو بگذرونن و بازاری ها هم باید شرایط بهتر جلو ببرن، درک بکنن و این اعتصاب رو با بقیه همکاراشون اشتراک گذاری کنن، اونها رو هم بیارن وسط که اعتصاب بکنن. ما امروز میبینیم مثلا 5 تا مغازه بسته است، 5 تا حجره در بازار بسته است، 2 تا بازه. اون 2 نفر اون 2 حجره هم باید ببندن. چرا؟ بازار در هر قسمتی، تجارت در هر قسمتی یک عرضه است و یک تقاضا. تقاضا از طرف مصرف کننده، عرضه از طرف تولید کننده یا واسطه تولید کننده که همون بازاری یا فروشنده است. زمانی که تورم در کشور تبدیل میشه به یک بیماری رکود تورمی که هم رکود و مشاهدش هستیم هم تورم، قدرت خرید مردم روز به روز کاهش پیدا میکنه. هرچه قدرت خرید مردم کاهش پیدا بکنه تقاضا کمتر خواهد بود، تقاضایی وجود نخواهد داشت. فروشنده‌ای که در سوپرمارکت ایستاده جنسی نمیفروشه، مستقیما وقتی جنسی نفروشه 2 اتفاق بزرگ رخ میده: پولش داره خودشو میخوره و ضرر داره میکنه و اتوماتیک بار اون هم از عمده فروش جنسی رو نمیخره
و اون عمده فروش هم همین اتفاق براش رخ میده، از تولید کننده یا وارد کننده اون هم خریدی نمیکنه و سلسله مراتب به صورت زنجیروار این اتفاق تا آخر رخ خواهد داد و یک ورشکستگی گریبان بازاریان رو خواهد گرفت. باز در چرخش معکوس همینجوری تا سوپرمارکت، تا قصابی، تا مکانیکی، تمام سیستم های خدماتی در داخل کشور آسیب خواهند دید. چرا؟ چون توان خرید پیش مردم کاهش پیدا کرده. ما در سطح کلان باید نگاه کنیم، اینکه عده‌ای توانمند هستند، عده‌ای ثروتمند هستند و میتونن مثلا برن نون بخرن 1500 تومان، نون بخرن 700 تومان رو نباید نگاه کنیم. باید ببینیم جمعیت کلان کشور ما چه توان خریدی داره. ما امروز در کشورمون بالای 85% از جمعیت کشور ما زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. هزینه های ماهانه شون با درآمد ماهانه اصلا همخونی نداره و نمیتونن سر و ته ماهو با هم دیگه هم بیارن. یعنی خانواده هایی هستن دو شغله، سه شغله، چهار شغله، تمام اعضای یک خانواده مجبورن کار بکنن که تا آخر ماه برسونن، پس انداز و کاری نداشته باشن، بتونن زندگی کنن و زنده بمونن. پس قدرت خرید کاهش پیدا میکنه. در پیامد این اتفاق، وقتی یک بازاری، یک تاجر، یک وارد کننده نتونه خدماتش رو ارائه بده در قبال نبودن تقاضا، سیستم پولی کشور آسیب خواهد دید. ما با افزایش نرخ ارز، چه دلار چه ارزهای دیگه، شاهد این خواهیم بود که ارزش پول خودمون داره کاهش پیدا میکنه. اشتباهی ما میگیم دلار گرون شد، دلار گرون نشد، ریال ارزشش پایین تر اومد، ریال ارزشی که داشت سقوط کرد. به همین دلیل تمام محاسبات دولت هم به هم میریزه، به دلیل اینکه دولت در سال قبل یک بودجه رو اعلام کرده و به مجلس داده تصویب شده. بر چه اساسی؟ بر اساس شاخص فروش هر بشکه نفت خام که داره میفروشه و بر اساس 35 دلار فروخته. در اون زمان اومده 35 دلار محاسبه کرده، دلار دولتی داخل کشور ارزش برابریش با ریال بوده 2400 تومان یا 24 هزار ریال، اگر بانکی صحبت بکنیم 24 هزار ریال. امروز دولت با همون بشکه 35 دلار داره نفتشو میفروشه، اختلاسهاشو باید انجام بده، هزینه هایی که باید به خامنه‌ای ملعون، به مشتبه فاسد، به سپاه باید پرداخت کنه کس خواهد شد و مازادش با دلاری که خودش اومده 42 هزار ریال اعلام کرده محاسبه بشه. تفاوت این، شاید مردم فکر کنن خب اینجا به نفع دولت تموم میشه، دلار رو 2400 تومان فروخته 4200 تومان الان داره میگیره. نه، هزینه هاش نسبت به همون مازادی که خودش اعلام کرده چند صد برابر میشه، به دلیل اینکه تاثیرگذار هست نسبت به فرایندی به اسم تجارت داخلی دولت. دولت داره معامله میکنه، دولت داره عمران و برنامه ریزی میکنه، مثلا سدسازی بکنه، به فرض مثال ساختمون سازی بکنه. هزینه های دولت در قبال اون 4200 تومان 42000 ریال افزایش پیدا میکنه و این توازن معاملاتی و معادلاتی دولت چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی به هم میریزه. وقتی به هم ریخت قابل کنترل نخواهد بود. وقتی قابل کنترل نبود و دلار در صرافی و بازار آزاد فعلا رسیده به حد اکثر سقفی که بوده در طول 40 سال، رسیده به 7500 تومان 75 هزار ریال و اینجا یک معادله معکوس اتفاق میفته و اون چیه؟ پیشتر احتمال این بود که بانک ها نخست ورشکست بشن و پیرو ورشکستگی بانک ها دولت ورشکست بشه، اما این اتفاق باعث این خواهد شد که دولت ورشکستگیش رو اعلام بکنه
و نه اینکه بیاد در جلوی دوربین تو تلویزیون تو رسانه ها. نه، ناگهانی شما شاهد این خواهید بود که خیلی از بنگاه‌های زودبازده رو تعطیل خواهد کرد، خیلی از ادارات و سازمان‌های اقماری خودش رو تعطیل خواهد کرد تا بتونه تنگش رو خورد بکنه، هزینه نسبت به پولی که داره رو باید جواب بده، همه رو تعطیل میکنه. وقتی تعطیل کرد، تعداد بیکارهای جامعه افزایش پیدا خواهد کرد، رکود بالا میره، تورم افزایش پیدا میکنه، باز تعطیل ادارات، وزارتخونهایی که اضافه اومده رسیده به 32 وزارتخونه تعطیل خواهد شد و اینجاست که دیگه جوابگو نخواهد بود و حتی بانک ملی و بانکهایی که متعلق به سازمانهای مثلا خود سپاه هست، مثل بانک انصار، بانکهایی مانند بانک شهر که برای شهرداری تهرانه، بانک گردشگری که برای سازمان گردشگری و جهانگردی هست، تمام اینها تعطیل میشن، برشکسته میشن، هیچ پولی رو پرداخت نمی کنند به سپرده‌گذاران. و اون زمان هستش که از مردم عادی که سپرده گذاشتن، از بازاریانی که پولهاشون در بانک ها هست، در مؤسسات هست، تماما آسیب دیدگان مالی اجتماعی ما هستن. نتیجه این که یک عامل میتونه مانع تمام این اتفاقات با سرعت زیاد بشه، فقط و فقط یک عامل، و اون عامل دامن زدن پیوند با اعتصابات سراسریه. این اعتصابات سراسری، امروز ما می‌بینیم راننده های کامیون اعتصاب کردن. وقتی اتحادیه کامیونداران درش رو قفل بکنه، بگه دیگه نمیتونیم در ترانسپورت داخلی یا خارجی حرکتی بکنیم، وقتی کارمند یا کارگر نره سر کار بگه من نمیتونم با این دستمزد کار بکنم، زندگیمو بچرخونم، یک جایی ما میرسیم عزیزان که تو خونه‌هامون میمیریم به دلیل گرسنگی، به دلیل نداشتن نون خشک، خواهیم مرد در داخل کشور. همینطور که امروز جنگ آب داره در داخل کشور ما شکل میگیره به دلیل نبودن آب، جیره بندی دارن میکنن آبو، یقین داشته باشید که به زودی برای نون هم، برای نون خالی فقط، مردم جونشون از دست خواهند داد. چون این تورم دیگه به صورت ماهی یا فصلی نخواهد بود، این تورم به صورت ساعتی و ثانیه‌ای تبدیل میشه و یه زمانی خواهد رسید که مردم کشور ما به جای اینکه خواسته باشن تو خونه هاشون جون بدن بمیرن، میگن بریم تو خیابون ها. خب چرا همین الان نکنیم این کارو؟ چرا همین الان پیشگیری نکنیم اتفاقاتی که در آینده رخ خواهد داد، در آینده نه چندان دور؟ اینکه یه وقت هست میگه خب این چشم انداز این اتفاق احتمال داره 5 سال دیگه باشه، 10 سال دیگه باشه، شاید تا اون موقع یک راه درمان و یک راه پیشگیری پیدا کردیم. اما نه، این اتفاق مطمئن باشید در طول 4-5 ماه آینده قطعا گریبان ما ایرانیان رو در داخل کشور خواهد گرفت. پس امروز به فکر فردامون باشیم. اگر اون کارگری که میره ماهی 900 هزار تومن میگیره و حتی هزینه اجاره خونش رو نداره، نمیتونه هزینه خرید یک مداد، یک کیف برای بچهش رو تامین بکنه، بگه من نمیرم سر کار، همکاراش، دوستاش همه بگن ما نمیریم سر کار، اون مهندسی هم که داره میره تو کارخونه داره، فرق نمیکنه منظور من از کارخونه چه، پالایشگاه به یا کارخونه جا یا صنایع مادر هست، پالایشگاه نفت، ذوب فلزات، پتروشیمی، ایران خودرو، کارخونه سیمان، سیلوهای گندم، کشتیرانی، بنادر، گمرک، تماماً من مد نظرم تمام اقشار جامعه ایرانی هستش. اگر یک روز نرن سر کار، برسه به روز دوم، مطمئن باشید جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت که کسی دغدغه
نونش رو داشته باشه. شما فکر میکنید اگر مهندسان ما، کارگران پالایشگاه نفت آبادان یا سایر سکوهای نفتی ما به سر کارشون نرن، حاضر نشن، فکر کردید خامنه ای و روحانی و این همه دزد و قارتگر و فاسد بالا میشن میرن اونجا آستین بالا میزنن که کار بکنن، نفت صادر کنن، دزدی کنن؟ نه عزیز من، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اما به شرط اینکه همه با هم باشیم. اگر امشب تمام راننده های اتوبوس داخل شهری، سیستم های عمومی سویچ اتوبوس ها رو که خاموش کردن دیگه روشن نکنن، در کلان شهرهایی که مترو درون شهری داره هیچ کس سر کار نره، تاکسی ها سر کار نرن، معلم ها سر کار نرن، اساتید دانشگاه سر کار نرن، کسبه نرن سر کارشون، هیچ کس نره، همه بمونن تو خونه هاشون. نمیخواد کسی بره تو خیابون اعتراض بکنه که بترسه میگیرنش، میبرنش، میزننش، میکشنش، هیچی که هیچی. عزیزان یک هفته خرید کنید، تن ماهی، نون بخرید برای یک هفتهتون، برای یک هفته همه با هم یک هفته بشینید تو خونه، تصمیم بگیرید کل فامیل بشینید همه تو خونه یه نفر، بگید و بخندید و بخورید و همونجا هم بخوابید، از خونه هاتون هم بیرون نیاید که اتفاقی براتون نیفته. بعد از یک هفته ببینید چه رخ میدهد، ببینیم آیا اون موقع جمهوری اسلامی وجود دارد که خواسته باشه زور بگه، خواسته باشه دیکتاتوری عمل بکنه. ببینید اون موقع آیا خود کسانی که در بدنه و داخل جمهوری اسلامی امروز دارن غارت میکنن، چپاول میکنن، آیا وجود دارن که خواسته باشن حرفی بزنن یا امضایی بکنن؟ کدوم قاضی سر کارش خواهد بود در اون زمانی که بچهش گرسنه است، زنش گرسنه است، که خواسته باشه حکم بازداشت بده یا حکم اعدام بده یا حکم زندانی بده؟ کدوم بازپرس و بازجوی اون موقع سر کارشه؟ کدوم زندانبانی اون موقع تو زندان سر کارشه؟ هیچ کس سر جای خودش نخواهد بود. زمانی که اعتصابات به اعتصابات سراسری و یک پارچه و همه جانبه تبدیل بشه، روندی که امروز داره رخ میده، روندی که امروز ما شاهدش هستیم در داخل کشور، شوربختانه من باید بگم که هیچ قشری از قشر دیگه حمایت نمیکنه. امروز معلم های ما اعتصاب میکنن، بقیه نشستن، فردا کارگران ما اعتصاب میکنن، باز بقیه نشستن. پس برداد نمیدونم مهندسان ما یک برنامه میذارن جای دیگه اعتصاب میکنن یا حرفی میخوان بزنن، باز کسی حمایت نمیکنه. بازنشستگان ما میرن میشینن جلوی مجلس، کسی حمایت نمیکنه. از مردم بم گرفته، از مردم لاهیجان و رودتر و رودبار گرفته، از مردم کرمانشاه گرفته، این همه مصیبت دیدن، چقدر حمایت کردیم؟ بازاری های کرمانشاه و بازاری های پیرانشهر و مریوان و سردشت و بانو و سردز و همه اعتصاب کردن، چقدر حمایت کردیم؟ مردم اهواز این همه ریختن تو خیابون، درگیری شد، جوان ها کشته شدن، چقدر حمایت کردیم؟ کشاورزان اصفهان ریختن تو خیابون، چقدر حمایت کردیم؟ مردم ما به کجا باید برسن دیگه؟ برید در شیرخوارگاه آمنه، در جاهایی که مثل شیرخوارگاه آمنه است و بچه های بی سرپرست رو نگه میدارن، ببینید چه اتفاقاتی داره رخ میده، چه کثافتکاری هایی داره رخ میده. چرا؟ چون ماها از هم دیگه حمایت نمی کنیم. تخم کینه و نفاق و از سال 57 جمهوری اسلامی آخوندی با برنامه ریزی، با آموزش های لازم بین ما ایرانی ها ریخته. بچه های 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله رو میرن از آسایشگاه به عنوان پدر و مادر، حتی سند میذارن، میگیرن میبرن. برای چی؟ برای قاچاق اعضای داخلی بدنشون. دو روز بعد اعلام مفقودی میکنن، هم سندشون آزاد میکنن، هم پول گرفتن،
هم به تجارت کثیفشون رسیدن. مگه سال 78 باند بزرگشون رو نگرفتن که لو رفت گرفتن، وگرنه نمی گرفتن. سریال ترکیه‌ای که ساختن در رابطه با باند قاچاق اعضای بدن انسان، بخونید آخرش نوشته بر اساس داستانی واقعی که در ایران رخ داده است. این برای من و شما ایرانی جای مرگ داره. چرا؟ چون از همدیگه حمایت نمی کنیم. الان زمان حمایت از اعتصابات سراسریه. اگر نفسمون رسیده به آخر، اگر جون نداریم دیگه، اگر مردم داخل کشور ما نفس ندارن که فریاد کنن دردشونو، الان زمانشه که بیایم در کنار هم دیگه، بیایم در اعتصابات سراسری شکل بدیم این اعتصابات رو به صورت منسجم، نه تنها در تهران یا در تبریز یا بندرعباس یا بوشهر، حتی در روستاهای ما سوپرمارکت‌ها باز نکنن. هیچ کس نره سر کار. الان زمانشه. 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، اون زمان. الان ببینید داخل کشور ارتباطات رو کاملا قطع کردن یا کنترل شده دارن باز میکنن. 4-5 ماه دیگه این پیام ها به داخل کشور هم نخواهد رسید، چون هرچه ما جلوتر بریم این عرصه بر جمهوری اسلامی تنگتر میشه و متعاقب اون جمهوری اسلامی هم عرصه رو بر ایرانیان داخل کشور تنگ میکنه. تا کی پدران و مادران و خواهران و برادران ما داخل کشور باید ثانیه به ثانیه جون بدن؟ این همه ادعا میکنیم، این همه حرف میزنیم، الان وقتش ببینیم که چند درصد مرد عمل هستیم، چند درصد شیرزنانی که بلند میشن میرن تو خیابونها برای حجاب افتخار آفرینی میکنن برای کشور، الان حمایت میکنن، میان وسط و مردان رو حمایت میکنن تا از این تنگنای تاریخی بتونیم به سرعت گذر کنیم. ببینید در یک مقطعی من یه مثالی میزنم. فرض کنیم ما از یک جای باید گذر بکنیم که دو طرفمون آتیشه و مجبور هستیم فرار کنیم، از اون مسیر رد شیم. چرا؟ چون از پشت سر ما هم مواد مذاب آتیش داره میاد. حالا اگر ما این مسیری که باید رد شیم و با سرعت رد شیم، آسیب دیدگیمون کمتر خواهد بود، کمتر آسیب خواهیم دید یا جونمون از دست میدیم، یا با سرعت رد بشیم. طبیعتا با سرعت رد بشیم درصد زنده موندنمون بیشتر خواهد بود. این اتفاق دقیقا همینه. داخل کشور مردم ایران و مردم ستم دیده ما رو که 40 ساله جمهوری کثیف آخوندی با پاشنه پا رو گذاشته رو خرخره، راه نفس رو بسته، وسط آتیش محاصره شدن. پس باید از این راه عبور که فقط اعتصابات هست بتونیم با سرعت از آتیش رد شیم تا زنده بمونیم. در غیر این صورت آتیش تمام ما رو خواهد گرفت و راه گریزی هم برامون نداره. این داستان، داستان جمهوری اسلامی عزیزان، اینو بدونید، داستان شوخی برداری نیست. جمهوری اسلامی از سال 57 با برنامه نابودی ایران و ایرانی، بعضی هم میگن اومدن ایران رو نابود کنن، نه، اومدن نسل ایرانی رو نابود کنن. و وقتی برای یه همچین کاری با یک برنامه مشخص اومدن، مطمئن باشید اون آتیشی که دور ایرانی ها به راه انداختن اگر درصدش رو بالا نبرن،
اگر حجمش رو بیشتر نکنن کاری میکنن ذره ذره ثانیه به ثانیه ما مرگ عزیزانمون رو میبینیم. امروز چند درصد از مردم کشور ما دچار بیماری های تنفسی هستند به دلیل معلق بودن ریزگرد های سمی و سربی در هوا و دارن استنشاق میکنن، چه در تهران به علت آلودگی های هوا، چه در سایر کلان شهرها و چه در خوزستان و قسمت های جنوب غربی و تا غرب کشور. حتی چند درصد، چند درصد به علت دفع کردن زباله های اتمی دچار بیماری های گوناگون مانند سرطان شدن، چند درصد به دلیل نشت رادیواکتیویته در اطراف معادن اورانیوم در شمال غربی کشور دچار بیماری های سرطان هستند، چند درصد از مردم ما دچار سوء تغذیه شده مثل آفریقای جنوبی، چند درصد، چند درصد از مردم ما گورخواب شدن، تمام اینها باعث و بانیش خود ماهاییم. نیاییم بشینیم هی ایراد بگیریم از جمهوری اسلامی و از آخون جماعت و از یه مش کثافتی که اومدن ما رو نابود کنن. خب اینی که ما میدونیم اونا اومدن ما رو نابود کنن، مایی که این علم و آگاهی و دانش رو داریم چی کار کردیم برای خودمون؟ فقط نشستیم نگاه کردیم، هر چی که اونا گفتن انجام دادیم. گفتن عوارض خروج کشور 250,000 تومان، بله قربان چشم بفرمایید، اما سفر ما به ترکیه و مالزی و تایلند و دبی برای گشت و گذار و تفریح عقب نیفته. اتفاقات یکی دوتا نیست، در طول 40 سال هزاران نفر نشستن آسیب شناسی اجتماعی را انداختن، آسیب شناسی کردن. به قول جناب قاسمی گرامی، این دایناسورها و فسیلها نشستن آسیب شناسی کردن بدون برنامه بدون راهکار، رفتن جلو. دودش تو چشم کی رفته؟ همه ایرانی ها. چرا؟ جمهوری اسلامی به غربی ها، به جامعه جهانی گفت من دشمن دارم، نمیذارم رشد کنم، نمیذارم خدمت کنم. دشمن من کیه؟ هم در داخل هم در خارج سازمان کثیف مجاهدین خلق، شاخه دوم جمهوری اسلامی، اسرائیل، آمریکا، تمام اینها شدن دشمن یک مشت آخوند دوزاری قارچ سمی که چیکار بکنن؟ که ماها رو چپاول کنن، ماها رو بدبخت بکنن. ما هم نشستیم در کمال آرامش بدون تفکر، بدون مطالعه، بدون بررسی، هرچی گفتن گوش کردیم، قبول کردیم، صدا اونم در نیومد. اون دلاور مردان و شیرزنانی هم که صداشون در اومد، صداشون رو خفه کردن، از اونها هم حمایت نکردیم. اون آقایی که ادعاهای آنچنانی داشت حراجیش میبافت، فقط میخوام بگم که بیاد بره جواب مادر سعید زینالی رو بده که شد 19 سال از بچهش خبر نداره، همه جا هم داره میره. چند درصد از ما مردم حمایت کردیم؟ چند درصد از ما مردم، از مردم داخل ایران، از کسانی که ادعاشون میشه میگن خارج نشینا کاری نداشته باشن، ما خودمون میدونیم، چند درصد وجود اینو داشتن برن تو خیابون بزنن زیر گوش محمد نوریزاده بگن تو خودت کثافت‌تر از این آخوندهایی و تو خودت عامل جمهوری اسلامی و یکی از صوبابای اطمینان جمهوری اسلامی هستی؟ چند درصد رفتن بزنن زیر گوش امثال اینها؟ چند درصد رفتن یقه آخوندزاده تبرزدی رو بگیرن؟ مهمه مگه؟ هر دم از این باغ بری میرسد، یه روز محمد نوریزاده میاد، یکی یه روز داداشش میاد، یه روز تبرزدی میاد. چرا؟ چون ما مردم رو شناختن. چطوری شناختن؟ شناختن که رو ما تست زدن، دیدن اثر گذاشت. حالا که اثر گذاشت خودشون این کار کردن. عوارض این بیماری بی تفاوتی، انفعال، نفاق، تفرقه، بدبینی، بددهنی، همه چیزا رو خودشون ایجاد کردن برای ما. پس خوب ما رو میشناسن.
میدونن که امروز اگر 20 نفر، 100 نفر، 200 نفر وسط خیابون‌های تهران، وسط خیابون‌های ایران، هر شهری به رگبار بسته بشن، هیچ یک از مردم ما بلند نمیشن. اون حمایتی که باید بکنن بر نگردن تو خونهاشون نمیکنن. اما این اعتصابات دوستان، این اعتصابات داستانش فرق داره. اسم این اعتصابات، اعتصابات اجباری است. بازاری جماعت، بازاری هایی که میشناسید خودتون، بهشون هم اگه میخواد بر بخوره بر بخوره، مهم نیست اصلا. به دلیل اینکه اینها بخش هایی از عواملی هستن که جمهوری اسلامی بقا پیدا کرد و ماندگار شد. اون زمانی که بازاریا منافعشون حفظ بود و روز به روز پول میذاشتن روی پول، روز به روز به اموالشون افزون میشد، نیومدن اعتصاب بکنن، نیومدن بیان بگن که بابا مردم ما داره چه اتفاقی براشون میافته. امروز که منافع شخصی خودشون، منافع تجاری خودشون به خطر افتاده، تقاضایی وجود نداره، نمیتونن درآمد داشته باشن، کسب درآمدی وجود نداره، در حجرهاشون رو بستن، اشکالی نداره، اینم قبول داریم. اما همه باید این کارو بکنن. همه چطوری این کارو میکنن؟ با اطلاع رسانی. اطلاع رسانی چجوریه؟ اینکه من و شما ایرانی همه با هم رسانه بشیم. در دورانی که مافیای رسانه‌ای در جهان اجازه عرض اندام به ما ایرانی‌ها رو نمیده تا صدامون رو برسونیم به همه جا، چه به داخل کشور و چه صدای داخل کشور رو به جهانیان، من و شما ایرانی باید دستمون رو بذاریم تو دست هم، مشتمون رو گره کنیم بزنیم تو دهن تمام عواملی که دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، چه مستقیم چه غیر مستقیم، و اطلاعات و اخبار رو منتشر بکنیم. این اعتصابات، اعتصابات اجباری، لازمه حمایت، لازمه این هستش که تمام عزیزان ما در سراسر کشور به صورت منسجم بیان وسط. عرض کردم امتحان میکنن این صدا رو برسونید به همه جا که اگر ما یک هفته تو خونمون بشینیم چقدر میخواییم خوراک داشته باشیم که زنده بمونیم. حتی آب آشامیدنی هم کنار بذاریم، اینو پیش بینی بکنیم که جمهوری کثیف، جمهوری کثیف آخوندی با فساد و با شرارت ها و با ددمنشی که نسبت به ایران و ایرانی داره، شاید بیاد آبم قطع بکنه که مردم رو مجبور کنه از خونه بریزه بیرون. ما بیایم آبم نگه داریم تو خونه که اگر آب و قطع کرد به خاطر آب هم مجبور نشیم بریم بیرون، برای یک هفتهمون نگه داریم، بعد ببینیم چه اتفاقی رخ میده. آیا جمهوری اسلامی فاتحش خونده میشه یا نمیشه؟ عزیزان امروز صدا شما هستید، امثال من ابزار دست شما هاییم که بتونید شماها درست برید جلو. امروز صدای داخل کشور ایرانیان خارج از کشورن. امروز رسانه تمام ایرانی ها هستند. مافیای جهانی چند تا رسانه داره؟ 20 تا، 30 تا، 50 تا. ما میتونیم 85 میلیون رسانه بشیم اگر همه میهن پرست باشیم، اگر همه مخالف جمهوری اسلامی باشیم، اگر همه با هم همبستگیمون رو اعلام میکنیم، واقعا هم متحد بشیم. 80 میلیون، 70 میلیونش هم فاکتور بگیریم، میگیم 10 میلیون رسانه، 10 میلیون رسانه ای که هیچ کس، هیچ قدرتی توانایی اینو نداره جلوشون رو بگیره دیگه. پس
منتظر نشینیم، نوبت ماست و این نوبت رو دیگه نصب باریم برای فردا و پس فردا و 4 روز دیگه، الان زمانشه. اما در بخش پایانی ایزان، در رابطه با همایشی که در اشوتگارت آلمان قرار برگزار بشه، من بیشتر همایش هایی که در طول 30 سال گذشته، 3 دهه گذشته در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، سعی کردم هم رصد بکنم، بخونم، ویدیوهاشو ببینم، هم اون بازدهی و راندمان و کارایی که در راه مبارزه، در راه تغییر رژیم داشته یا در راه هدفمند کردن مبارزه حداقل داشته رو بشینم بررسی بکنم. شوربختانه به دلیل اینکه ما فقط خودمون رو قبول داریم، دیگران رو قبول نداریم، اینم مثال بزنم، در داخل کشور وقتی سوار یک تاکسی میشیم مثلا دستمون درد میگیره یا درد میکنه، صحبت از دردمون میکنیم، راننده تاکسی یه دفعه میبینیم که جراح از کار در اومد، بعد میگیم نه احتمال داره مثلا دستم درد میکنه چون سمت چپه از قلبم باشه، بعد ناخودآگاه میبینیم که فقط این میمونه که صندوق عقب بزنه بالا لوازم جراحی قلب رو در بیاره، بعد ناگهان میبینیم یک نفر پشت نشسته مشکل حقوقی داره، یک نفر دیگه اونور نشسته وکیل عذاب در میاد، بعد همون راننده تاکسی راهکارهای حقوقی میده. چرا؟ چون ما 80 میلیون پروفسور داریم، 80 میلیون دانشمند داریم، بحث‌های اقتصادی، سیاسی و تمام این حوادث یا در صف اتوبوسه، یا تو اتوبوسه، یا توی تاکسیه، یا تو مترو. و این همایش‌هایی هم که اتفاق افتاده تا الان دقیقا همینه. شخص مهندس کشاورزیه، میاد در رابطه با مقوله مدیریتی حرف میزنه که حتی قادر به نشستن برای صحبت کردن یک چارت هم نیست، یک چارت، نه چارت بیشتر، حتی اگه بگی یک چارت میگه یک چارت چیه، مگه چارت چند تا داریم؟ طرف دکتر طب پزشک، میاد در رابطه با علوم سیاسی راهکار میده در رابطه با دموکراسی، گذر از دیکتاتوری به دموکراسی، یعنی بازی با کلماتی که جمهوری اسلامی به ما آموزش داد در طول 40 سال که همه تون باید بازی کنید با کلمات. چرا؟ چون جمهوری اسلامی بقا پیدا میکنه. این همایش هایی که تا الان اتفاق افتاده، یه سری نشستن دور همدیگه یاد درد دل کردن، به خاطر چی؟ چون دل درد داشتن. دل دردشون چی بوده؟ از سفره جمهوری اسلامی عقب افتادن، بعد چون در نظام پادشاهی هم بودن نه اون برا داشتن نه این برا داشتن، اینا دل درد میاره دیگه، بعد نمیشینن درد دل میکنن، آخرش چی میشه؟ آخرش میشه یه نسخه پیچیدن ما بدبخ شدیم تو ایران، آخرش چی میشه؟ یه نسخه پیچیدن جمهوری اسلامی بقا پیدا کرد. عملا راندمان و بازدهی همایش های احزاب و اپوزیسیون های نخ نما شده به ظاهر جمهوری اسلامی، اپوزیسیون های به ظاهر در مقابل جمهوری اسلامی، از نظر من راهکار عملیاتی در طول 40 سال نداشتن، اگر داشتن آخر عاقبت ما ایرانی ها این نمی شد. این همایش خواهید دید، ویدیوهاشو خواهید دید، اگر با 5 نفرم که باشه ارزشمند خواهد بود و این همایش اتفاق میافته، اگر با 5 نفر باشه، چه برسه الان تعداد بسیار بسیار بیشتر، دوستان دیگه در بخش هایی که دارن زحمت میکشن هستن، اما منظور من اینه با 5 نفرم که باشه این همایش اتفاق خواهد افتاد، ویدیوهاش و اخبارش منتشر خواهد شد و مردم خواهند دید که افرادی که در این همایش هستند بدون توقع،
بدون چشم داشت، چه از نظر مالی چه از نظر قدرت در آینده. از جیب خودشون هزینه کردن، از زمان خودشون گذاشتن، از سخت‌ترین شرایطی که دارن زندگی میکنن تلاش کردن خودشون رو به این همایش از جای جای دنیا برسونن. صرفا به چه دلیل؟ به این دلیل که در عمیق‌ترین نقاط وجود مغز و قلبشون نظام و حکومت پر افتخار پادشاهی حک شده و عمیقانه به منافع ملی و آزادی کشور فکر میکنن و مبارزه میکنن و به خاطر این از همه چیز مایه میذارن و وارد این مجموعه میشن، در این همایش شرکت خواهند کرد. کسانی که به دنبال بهانه میگردن، کسانی که برای من یا دیگران پیام میدن دنبال بهانه هستن که به این دلیل نمیتونیم بیایم، به اون دلیل نمیتونیم بیایم، نیازی به این حرفا برای ما نیست. این همایش برای من، برای جناب قاسمی، برای سایر عزیزانی که دارن زحمت میکشن نیست، باور کنید نیست. من شخصا یکی از خدمتگزاران به مردم، به کشورم، به ایران و ایرانی هستم. اما اصل همایش برای ایرانه، اصل همایش برای مردم ایرانه. هر که واقعا فکر میکنه یک اپسیلون دلش برای ایران میسوزه، قبلا هم گفتم قلبش و مغزش آتیش میگیره از اتفاقاتی که در داخل کشور برای هموطنانمون داره رخ میده، از نون شبش خواهد زد در همین اروپا یا در هر کشوری که زندگی میکنه، خواهد زد و به این همایش خودشو میرسونه که راهکارهای عملیاتی هم که بلده، تجاربی که داره، در اختیار دیگران قرار بده، صحبت کنه و بتونیم راهکار درستی رو ادامه بدیم برای هم پیروزی هم در ادامهش. از اینکه پای برنامه من بودید، از اینکه با من همراه بودید، از یکایک شما ایران دوستان سپاسگزاری میکنم. امیدوار هستم که در هر کجای دنیا که هستید، جناب قاسمی پوزش میخوام، من ندیدم شما رو الان، جناب قاسمی میتونید مهر ببرزید اد کنید؟ من چون با لپتاپ هستم جناب قاسمی. جناب قاسمی تشریف دارید قربان. درود بر شما جناب جوان گرامی. دقیقا جناب قاسمی تشریف دارید قربان. جناب قاسمی عزیز، جناب قاسمی من منتظر شما هستم بزرگوار. گزینه ندارید؟ منم گزینه ندارم اینجا، من با لپتاپ هستم، فکر کنم مشکل از این باشه جناب قاسمی. جناب قاسمی اگر اجازه بدید من این قسمت رو تموم میکنم، بعد دوباره میام روی خط و شما رو میارم که صحبت داشته باشیم. سپاسگزارم. عزیزان در این قسمت از شما خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا دقایق دیگه دوباره برخواهیم گشت با جناب قاسمی عزیز. با لپتاپ من مشکل دارم، نمیتونم ایشون روی خط بیارم تا از فرمایشات ایشون هم بهره ببریم. برای تمام همیهنان عزیزم، همرزمان گرامی در هر کجای دنیا که زندگی میکنم، بهترین ها رو از صمیم قلبم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، جاوید اعلیحضرت، شاهنشاه رضا شاه دوم، تا درودی دیگر، بدرود.